در پناه قانون. برنامه ای از رادیو آزادگان سوئد. درود بر شما، درود بر شما شنوندگان خوب رادیو آزادگان سوئد، در هر کجای این کره خاکی که هستید، درودی به سبزی جنگل‌های شمال ایران و امیدوارم که به زودی، چون میدونید در این ایامی که الان داریم به سر میبریم، 40 سالگرد پیروزی اعراب بر ایرانیان رو مجدداً دارن جشن میگیرن در ایران و قادسیه دوم رو به جشن نشستند، امیدوارم که همونطور که فرهنگ ما همیشه 40 رو خاتمه همه چیز میدونه، مثل اینکه وقتی فردی فوت میکنه بعد از اینکه 40 براش میگیرن، شخص رو از عزا در میارند، یا در اونجایی که میگه که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی، این 40 هم نقطه پایانی باشه بر حکومت منحوس جمهوری اسلامی. به تقدیر با یکی دیگه از برنامه‌های در پناه قانون در خدمت شما هستم و در ادامه مباحثی که با هم داریم، برای اینکه قانون رو با هم بخوانیم و بدانیم که چه حقوقی داریم و اجازه ندیم که دیگران از ما سوء استفاده بکنن، یا حتی ماموران و مزدوران نظام که در ادارات و در سازمان‌های مختلف دولتی هستند از این جهل به قانون سوء استفاده بکنن و ما رو سر بدونن. امروز در مورد اسناد ثبت احوال می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد ثبت احوال اسنادی هستن که همه ما اونها رو داریم و از اونها استفاده می‌کنیم. اما این اسناد در واقع چه هستند و چه چیزهایی باید در این اسناد ذکر بشه؟ با یادآوری این نکته شروع می‌کنم که اگر خاطرتون باشه گفتم در برنامه‌های قبلی که طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصی از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجرا خواهد بود. و عرض کنم به حضورتون که کلیه سکنه ایران در ماده 5 مطیع قوانین ایران شناخته شدند. کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه. خب سند ثبت احوال یعنی چی؟ سند ثبت احوال سندی مربوط به احوال شخصیه. اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های پیشین در مورد احوال شخصیه صحبت کردیم. احوال شخصیه 4 واقعه، یا بهش به اصطلاح میگیم وقایع چهارگانه رو در بر میگیره: ولادت، وفات، ازدواج و طلاق. اگرچه که این اسناد خب مشخصات هویتی یک فرد رو هم در بر داره، نامش، نام خانوادگیش، نام والدینش و اینکه این اسناد در کجا تنظیم شده که بعداً در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. پس اسناد مربوط به احوال شخصیه رو سند ثبت احوال یا سند سجلی میگیم که برابر مقررات ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم میشه. پس اگر سند ثبت احوالی داشته باشیم که مأمور رسمی این رو امضا نکرده باشه، اون سند از درجه اعتبار ساقط هست. اسناد ثبت احوال انواع مختلفی دارن. یکیش سند ثبت ولادت هست. سند ثبت ولادت همون سندی هست که وقتی فرد به دنیا میاد توسط
بیمارستان داده میشه تا پدر یا قیم یا ولی نوزاد تازه به دنیا اومده مراجعه بکنه و برای او اوراق هویت یا سند ثبت احوالی دریافت بکنه. مورد بعدی سند ثبت مرگ هست یا همون گواهی فوت. گواهی فوت رو معمولا در گورستان ها مأموری از طرف ثبت احوال حضور داره و او این سند رو امضا میکنه، که البته خب ممکنه در بعضی از مواقع مثل اینکه مثلا جنایتی اتفاق افتاده باشه یا اینکه شخص مرگش مشکوک باشه، مثلا در منزل تنها بوده باشه، پزشکی قانونی همچین برگی رو صادر میکنه. دفتر ثبت کل وقایع یکی دیگه از انواع اسناد ثبت احوال هست که در اون ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، مرگ زوج و زوجه، ولادت و مرگ فرزندان و مرگ صاحب سند در اون درج میشه. یکی دیگه از این اسنادی که به عنوان سند ثبت احوال داریم برگ ولادت ایرانیان هست. برگ ولادت ایرانیان یعنی این که ممکنه یک شخص ایرانی در خارج از کشور بچهش به دنیا بیاد. خب این میتونه برگ ولادت ایرانی رو بره از سفارت یا مقامات کنسولی ایرانی دریافت بکنه. مورد بعدی گواهی ولادت برای طفل متولد شده در ایران. خب در نظر بگیرید که مقامات یا ممکن هستش که مثلا در یکی از بدیهی ترین مثال ها کارکنان یک سفارت کشور خارجی بچهشون در ایران به دنیا بیاد، یا توریستی به ایران اومده، یا شخصی اومده برای سرمایه گذاری، یا به هر دلیلی یک شخص خارجی داخل ایران هست و طفلی برای او به دنیا میاد. خب مقامات ایرانی موظف هستن برای این نوزاد تازه به دنیا آمده یک گواهی ولادت صادر بکنن. البته این موضوع رو نباید خلط بکنیم با اون موضوعی که مهاجرها در داخل کشور ما صاحب فرزند میشن، که طبق قوانین حقوق بشری و طبق قوانین بین المللی هیچ کس نباید بدون هویت زندگی بکنه و مقامات ایران موظف هستن که به اینها اعطای اوراق هویتی بکنن اگر که اون افراد نوزادشون داخل ایران به دنیا آمده باشه و ساکن ایران باشن و یکی از ابوین اونها، یعنی یکی از پدر یا مادر اونها ایرانی باشه. خب اگر پدر ایرانی باشه که در هر کجای دنیا بچه قهرن ایرانی میشه، اما در خصوص تابعیت مادر ایرانی، چون که میدونیم الان در ایران بسیاری هستند مخصوصا در مناطق مرزی، طبق آماری که اومده یکی ازدواج، آمار ازدواج دختران ایرانی با افغانی ها و یکی با عراقی ها، این آمار بسیار زیاد هست که اینها فرزندانی دارن و چون تابعیت مادر ایرانی هست ولی تابعیت پدر ایرانی نیست، اینها بدون اوراق هویت موندن و از یک سری حقوق اولیه خودشون مثل حق تحصیل، مثل حق بهداشت، مثل حق مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی محروم هستن، که در برنامه مخصوص خودش راجع به این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد. یکی دیگر از اسناد ثبت احوالی که یک نمونه بارز از اسناد ثبت احوال هست، چیزی هست که همه ما داریم و اون رو میشناسیم، شناسنامه. بله شناسنامه، شناسنامه یکی از اسنادی هست که همه ما داریم و این یک سند ثبت احوال هست. طبق قانون وقتی فرد به سن 15 سال تمام میرسه باید بره و عکسی رو در شناسنامه خودش الساق بکنه، و اما در سن 30 سالگی زمانی که چهره اون فرد تقریبا به یک ثباتی میرسه، این فرد باید مراجعه بکنه و عکس خودش رو در شناسنامه تغییر بده. اما
یکی دیگر از این اسناد ثبت احوالی کارت شناسایی هست، مثل کارت ملی که البته خب طبق قانون میگه این کارت باید حاوی اثر انگشت، عکس، نشانی محل سکونت، گروه خونی باشه و کسانی که سنشون از 15 سال به بالا هست باید این کارت رو داشته باشن. یکی دیگر از این اسناد، نمونه ای که باز شاید خیلی از ماها داشته باشیم، قباله ازدواج یا عقدنامه هست که در واقع این قباله ازدواج یک کپی برابر اصلی هست که به ما داده میشه، چون که یک دفتر بزرگی رو جلوی ما میگذارن و ما دونه دونه اونجا امضا میکنیم. عین همون چیزها در قباله هم آمده و ما زیر اونها رو در قباله امضا میکنیم و میدیم. اما در هر صورت قباله یک سند رسمی هست. همینطور قباله طلاق یا طلاق نامه هم یکی از اسناد رسمی به حساب میاد. چرا انقدر تأکید میکنیم بر اینکه این اسناد اوراق هویتی سند رسمی هستند؟ ببینید، برای اینکه طبق قانون آیین دادرسی مدنی وقتی که شخصی مراجعه میکنه به دادگاه و یک سند رسمی در برابر او هست، نمیشه نسبت به سند رسمی انکار و تردید کرد. انکار یعنی این که من بگم این سند مال من نیست و تردید یعنی این که من بگم من نمیدونم که این سند مال من هست یا نیست. نسبت به اسناد رسمی صرفا میشه اظهار جعل کرد، یعنی بگیم که این سند رسمی که الان اینجا ارائه شده در واقع مجعول هست و من از حضور او بی اطلاع بودم. مخصوصا این که اخیراً خیلی مد شده که بعضی ها میان کارت ملی و شناسنامه خودشون رو در ازای دریافت مبلغی واگذار میکنن، حالا یا اجاره میدن یا به اصطلاح عامه میگن فروختن، تا اون شخص بره و ماشین پیش خرید بکنه، خودروهایی رو پیش خرید بکنه، یک سری کالا رو پیش خرید بکنه و بعداً با سود اونها رو بفروشه، که ممکنه سوء استفاده هایی از این موضوع بشه. اینجا باید خیلی حواسمون جمع باشه، برای اینکه اگر عین اسناد شما مراجعه بشه، رجوع داده بشه به دادگاه، شما نمیتونید نسبت به اونها اظهار انکار و تردید بکنید و فقط باید اظهار جعل بکنید. یک مثالی رو از یکی از پرونده هایی که داشتم براتون میزنم، که البته خب این شخص نرفته بود که مدارک هویتیش رو بفروشه یا اجاره بده. این شخص مراجعه کرده بود به یکی از دوایر ثبت احوال و شناسنامه خودش رو برای تعویض که شناسنامه جدید بگیره تحویل مقامات داده بود. متاسفانه دقت نکرده بود که ورود شناسنامهش در دفتر مخصوص ثبت بشه و رسیدی که به او داده میشه هم یک رسید ثبت شده با مهر و امضا باشه. بعد از گذشته حدود یک سال رفته بود تا حساب بانکی برای خودش افتتاح بکنه و به او گفته بودند که تو به خاطر داشتن مبلغی بدهی تحت تعقیب هستی و ممنوع از داشتن حساب بانکی. پیگیری کرده بود و دیده بود مبلغی حدود 8 میلیارد تومان بدهی داره و بعد رفته بود و گفته بود که خب من یک روستایی هستم، من اصلا تا امروز هیچ حساب بانکی نداشتم، که اصلا نیازی نداشتم که حساب بانکی بخوام داشته باشم و دست چک داشته باشم. و نهایتا مشخص شد که حساب‌های بانکی با شناسنامه قبلی ایشون اخذ شده. و خب ببینید، خیلی قشنگ هویت این فرد به سرقت رفته بود و کلاهبرداری صورت گرفته بود. اما اینکه این شخص چه کاری رو میتونه انجام بده، این رو در جای خودش صحبت خواهیم کرد در مورد این پرونده. ولی باید خیلی 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 حواسمون باشه که از اوراق هویتی خودمون مراقبت بکنیم تا مورد سوء استفاده قرار نگیریم. بر حال اسنادی که نسبت به اونها هم اظهار جعل می‌کنیم، به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف
و با رأی دادگاه باید تصحیح یا باطل بشن، وگرنه به قوت خودشون باقی هستند و قابل استناد. خب ببینیم که اسناد ثبت احوال دارای چه فایده و اهمیتی هستند. اول اینکه وضعیت فرد رو ثابت میکنن. فرض کنید سند ثبت احوال شناسنامه. این سند سن شما رو نشون میده، اهلیت شما و رسیدنتون به سن کبر رو نشون میده و این سند هست که در واقع ثابت میکنه که شما به سن رشد رسیدید و چه کارهایی رو میتوانید انجام بدید یا به اصطلاح حقوقی اهلیت دارید. اسناد ثبت احوال یک نوع تأمین دلیل محسوب میشن. تأمین دلیل یعنی چی؟ تأمین دلیل یعنی گاهی شما به دادگاه مراجعه میکنید، دلیلی ندارید که ارائه بدید، اما میتونید یک سری قرائن رو ارائه بدید که دال بر این باشه که موضوعی رو دارید اثبات میکنید. حالا مثالی میزنم، شما به مراجع اداری و دولتی مراجعه میکنید، میگن که وضعیت و هویت خودتون رو باید اثبات بکنید. خب شما با داشتن اسناد ثبت احوال میتونید هویت و وضعیت خودتون رو در اونجا اثبات بکنید. ثبت احوال دلیل پیش ساخته ای رو در واقع به دست میده که شخص میتونه برای مقاصد مختلف از اون استفاده بکنه. اسناد ثبت احوال موجب شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث میشه. یعنی اینکه اشخاص ثالث، اگر من میخوام با شما قراردادی رو منعقد بکنم، با دیدن شناسنامه یا کارت ملی شما در زمان انعقاد قرارداد میتونم متوجه این مهم بشم که آیا شما این اهلیت رو دارید، یا شما متوجه بشید که آیا من این اهلیت رو دارم که با شما قرارداد ببندم یا خیر. ثبت احوال از لحاظ تهیه آمار هم که در زندگی اقتصادی، اجتماعی و قضایی امروز نقش مهمی رو ایفا میکنه، حائز اهمیت هست و یکی از منابع و ریسورس های آمارگیری محسوب میشه، اگرچه که در نظامی مثل جمهوری اسلامی همین ثبت احوال میبینیم که منشأ سوء استفاده رژیم حاکم میشه و مثلا در انتخابات ها ما میبینیم که به یک باره چه تعدادی شناسنامه میان مردم پخش میشه که این شناسنامه ها متعلق به افراد بعضن فوت شده هست. اسناد ثبت احوال از مزایای سند رسمی هم برخوردار هستند، چرا که سند رسمی اصلا محسوب میشن و اینکه حالا مزایای سند رسمی چه هست در جای خودش راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. برسیم به قواعد کلی و مشترک وقایع چهارگانه. وقایع چهارگانه گفتم ولادت، وفات، ازدواج و طلاق هست. ثبت وقایع چهارگانه الزامیه و افراد در تنظیم و تقاضای ثبت اونها مخیر نیستند، بلکه ملزم هستند، باید این وقایع رو ثبت بکنن. ثبت وقایع چهارگانه به وسیله نماینده یا مأمور صالح اداره ثبت احوال در حدود صلاحیت اون مأمور انجام میگیره و همینطور در صورت فراهم بودن شرایط ثبت برای مأمور اداره ثبت احوال، او تکلیف فوری و الزامی به ثبت داره. مأمور اداره ثبت احوال باید عواقب وخیم اظهارات کذب رو به اعلام کننده و شهود اعلام کنه و مراتب رو در دفتر قید بکنه. ثبت وقایع بر طبق قانون ایران و به زبان فارسی صورت خواهد گرفت. درخواست ثبت واقعه تحت شرایطی از
غیر صاحب واقعه هم پذیرفته شدنی هست و ثبت واقعه در خارج از ایران به وسیله ماموران کنسولی انجام میگیره. اما نکته‌ای که در اینجا هست در مورد ازدواج‌های منقطع یا اونچه که اصطلاحاً به اونها صیغه میگیم. ببینید، ازدواج‌های منقطع یا همون صیغه الزامی در ثبتشون نیست، مگر اینکه در زمان جاری شدن خطبه عقد نکاح منقطع این شرط بشه که باید این ازدواج به ثبت برسه. و نکته بعدی این که ما در ازدواج منقطع طلاق نداریم که بخواد واقعه طلاق ثبت بشه، بنابراین اگر شخص زوجه ای داشته باشه که در نکاح منقطع هست، صرفاً بذل مدت یعنی بخشش مدت صورت خواهد گرفت و اون بذل مدت هست که ثبت خواهد شد، اگر البته اگر نکاح منقطع ثبت شده باشه. خب برسیم به ولادت. ببینیم چه اتفاقاتی باید بیفته اگر این وقایع رو ما اعلام نکنیم و چه آیا اصلا مهلتی داریم برای اینکه این وقایع رو اعلام کنیم. ولادت، مهلت اعلام ولادت طفل به مأمور ثبت احوال تا 15 روز پس از تاریخ ولادت طفل، و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ بده، مهلت اعلام اون از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب میشه. که خب البته الان دیگه عملا فکر نمی کنم، این به خاطر اینکه قانون مدنی ما مصوب زمانی هست که حدود 100 سال الان از اون میگذره و آخرین قانون ثبت احوال ما هم مال سال 1363 هستش اگر اشتباه نکنم. و خب الان با این پیشرفت ها که خب هواپیما و اینها میرن، عملا همچین چیزی زیاد محل اختلاف نیست، گرچه خب بر حال این قانون وجود داره. پس اگر در سفر باشند که مثلا فرض کنید در گذشته میخواستن به مکه برن، یک دفعه 6 ماه 7 ماه 1 سال در راه بودند تا برسند به مکه و بعد برگردند، تمام اینها اون مهلت 15 روز از روزی که میرسیدن به مقصد در واقع احتساب میشه. اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیبی که دارم میگم به عهده این اشخاص خواهد بود. به ترتیب یعنی هر کدوم از اینها اگر قبلی انجام نداد موظف هستن که انجام بدن. اول پدر یا جد پدری، هر کدومشون به تنهایی میتونن اقدام بکنن، پدر یا جد پدری. خب اگر پدر یا جد پدری این کار رو نکردند، اون وقت مادر، حالا مادر باید بیاد و در صورت غیبت پدر یا جد پدری در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه هست این اقدام رو بکنه. به خاطر داشته باشیم که این افرادی که من دارم میگم در طول هم هستند، یعنی اول باید اولی انجام بده، اگر نداد دومی، اگر نداد سومی، نه اینکه در عرض هم باشن که هر کدام که خواستن انجام بدن. بر تقدیر مادر اگر پدر یا جد پدری نبود در اولین موقعی که قادر به انجام این موضوع هست. همونطور که میدونیم مادر به خاطر وضع حملی که میکنه شاید قادر به راه رفتن و یا مراجعه به مامورین نداشته باشه، پس میگه اولین موقعی که مادر قادر به انجام این وظیفه باشه. اگر مادر این کار رو نکنه، وصی یا قیم یا امین این کار رو میکنه که در برنامه های قبلی در مورد وصی و قیم و امین صحبت کردم. اگر اینها هم این کار رو نکنن، اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل هستن مثل مامورین انتظامی در مورد اطفال پیدا شده
و بعد نفر بعدی متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به اونجا سپرده شده، مثل زایشگاه و بیمارستان. خب حالا برسیم به صاحب واقعی که سنش از 18 سال به بالا هست. در صورتی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشه، اعلام تولد و امضای سند متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود، یعنی هر دو نفر با هم باید این کار رو انجام بدن. علاوه بر پدر و مادر، ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور داره و در زایمان دخالت میکنه، مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از اون به ثبت احوال محل در مهلت اعلام 15 روزه میباشه. اطفال پیدا شده توسط مأمورین رسمی هم طی صورت جلسه‌ای به اداره ثبت احوال معرفی میشن. اما ثبت ولادت توسط مأمور ثبت باید مستند باشه به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در اونجا متولد شده، و در غیر این صورت واقعه باید به شهادت دو نفر گواه ثبت بشه، یا دو نفر شاهد در واقع. اگر طفلی که ولادتش اعلام شده فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از جانب او باشه، نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت اون رو ثبت میکنه، مراتب رو برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع میده و از این طریق برای او اوراق ثبت احوال صادر میشه. تابعیت طفل متولد شده تابعیت پدر هست و این در قانون ما اومده. سایر مشخصاتش از قبیل محل تولد و تاریخ هم با اعلام اعلام کننده و شهادت شهود یا پزشک یا ماما معین میشه. و اما نکته آخر، اگر در هنگام اعلام ولادت فقط طفل معلوم باشه، فقط نام خانوادگی مادر به طفل داده میشه. خب ثبت ازدواج و طلاق. ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر ویژه این وقایع به عمل میاد، همون دفتر بزرگی که جلوی هر فردی میذارن در زمان ازدواج. دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفن وقایع ازدواج و طلاق و رجوع رو که در دفاتر مربوط ثبت میکنن، در شناسنامه زوجین هم در صفحه مخصوص قید کنن و مهر و امضا کنن و حد اکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی رو که در دفاتر به ثبت میرسونن روی نمونه های مربوط درج کنن و به ثبت احوال محل تحویل بدن و رسید دریافت کنن. حالا اگر این اتفاق در خارج از ایران باشه چه اتفاقی میفته؟ کنسولگری ها این موضوع رو ثبت میکنن و حد اکثر ماهی یک بار از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع سازمان ثبت احوال کشور میرسونن. ازدواج موقت مانند ازدواج دائم اگر شرط شده باشه به ثبت میرسه. اهمیت ثبت ازدواج موقت زمانی بیشتر معلوم میشه که طرفین دارای فرزندانی باشند. این رو یادتون باشه، اگر طفلی بر اثر ازدواج موقت حادث بشه، طبق قانون حمایت خانواده سال 92 زوجین موظف به ثبت ازدواج موقتشون میشن که در این مورد این ثبت ازدواج در اثبات نسب و برخورداری از آثار مترتبه بر اون میتونه مفید فایده باشه. آثار مترتبش مثل ولایت پدر، مثل ارث بردن از پدر و مواردی مثل این هست. ثبت فوت هم برسیم بهش. ببینیم، برابر قانون مرگ هر کس، اهم از ایرانی یا خارجی، و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا اومده یا بلا فاصله بعد از ولادت بمیره، باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام بشه.
این که طفلی زنده به دنیا بیاد و بعد بمیره با این که طفلی مرده به دنیا بیاد در یک جا کاربرد داره و اون این هست که به نفع او وصیتی شده باشه. خب اگر طفل اساساً مرده به دنیا بیاد که اون وصیت باطل هست، ولی اگر زنده به دنیا بیاد و بعد بمیره، ارث و اون سهم ارثی که در وصیت اومده ثابت میشه و بعد وراث اون بچه سهم ارث اون رو قبض میکنن یا به ارث میبرن از اون. گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کنه تسلیم میشه. واقعه مرگ باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر شاهد به اثبات برسه. اشخاصی که مکلف و موظف به اعلام مرگ و امضای سند در ثبت احوال هستند عبارتند از نزدیکترین خیشاوندان متوفا که در موقع مرگ حاضر بودند. هر شخصی که در موقع مرگ حاضر بوده، مأمورین انتظامی و متصدیان گورستان یا دفن و پزشکی که وقوع مرگ به او اطلاع داده شده و گواهی فوت صادر کرده. اما مدت اعلام فوت 10 روز از تاریخ وقوع فوت یا وقوف بر اون هست. روز مرگ اگر تعطیلی رسمی باشه بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمیاد، یعنی خود روز مرگ و اگر 10 روز روز تعطیل رسمی باشه اینها در اون 10 روز به حساب نمیان و 10 روز در اولین روز کاری بعد از اون تعطیلی رسمی به قول معروف خاتمه میابه. در صورتی که مرگ در اثنای سفر رخ بده مهلت اعلام اون از تاریخ رسیدن به مقصد اعلام خواهد شد. قانونگذار برای کوتاهی در اعلام تکلیف فوت ضمانت اجرای مدنی و کیفری پیش بینی کرده که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. اما چرا مهمه که ما مشخص بکنیم که یک شخصی چه زمانی فوت کرده؟ برای اینکه فرض بکنید یک فردی فوت میکنه و بعد اشخاص دیگری فوت میکنن، خب ببینید قوانین ارث بر اساس زمان فوت هست، یعنی شخصی در وارث به حساب میاد که در زمان فوت مورث زنده بوده باشه. اگر یک فردی فرزندانی داره و یکی یا چند تا از اونها پیش از فوت پدر یا مادر فوت بکنن، این افراد دیگه از پدر یا مادر خودشون ارث نمیبرند. یا در قانون ما اومده که اگر اشخاصی که از هم ارث میبرند در یک حادثه فوت بکنن، اون شخصی که دیرتر فوت کرده از شخصی که زودتر فوت کرده ارث میبره و سهم ارث او داخل در ماترک اون شخص میشه برای اشخاصی که از او ارث میبرن. خب طبق به ضمانت اجراهای کیفری رو میخواییم ببینیم که چی هست. طبق قانون ثبت احوال این مواردی که میخوام ذکر بکنم رو حبس از 91 روز تا 1 سال و یا پرداخت جزای نقدی از 20 هزار تومان تا 100 هزار تومان یا هر دو مجازات محکوم میشن. اینها چه اشخاصی هستن؟ یک، اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهار نمایند. دو، اشخاصی که آلمان آمدن بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده کنند یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولا علیه و یا با دریافت شناسنامه موهوم مبادرت بکنند. شناسنامه مکرر همون شناسنامه المسنا هست، بعضا بهش میگیم المسنا. افرادی که شناسنامه خودشون رو در اختیار استفاده کنندگان قرار بدن به همون مجازات محکوم میشن.
یعنی یک شخصی بیاد شناسنامه خودش رو مثلا به یک شخص دیگه ای بده با یک هویت موهوم، به قول معروف اون شخص بخواد بره اقدام کنه. اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدن و شهادت اونها در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات مؤثر باشه. گفتیم که در جایی ممکنه که دو شاهد بیان و اثبات فوت بشه و بعداً مشخص بشه که اصلا این شخص فوت نکرده و این شخص، این اشخاص هم مجازات میشه. اما ضمانت اجرای اداری و انضباطی هم داریم. این ضمانت اجرا بیشتر در مورد ماموران ثبت احوال یا هر یک از مسئولان و کارکنان دولت و یا عاقدیه که در خصوص ثبت وقایع چهارگانه و نگهداری اسناد ثبت احوال وظایفی رو به عهده داره. به جرائم اداری و انتظامی این ماموران در دادگاه اداری یا انتظامی رسیدگی میشه و این مامورات به مجازات انتظامی عرض کنم که و انضباطی که حد اکثر اون انفصال دائمی از خدمت دولت هست ممکنه محکوم بشن. از مسئولیت مدنی صحبت کردم. علاوه بر مجازات های کیفری و انضباطی، اشخاص متخلف اعم از کارمندان و دیگران برابر قاعده عمومی مسئولیت مدنی مکلف به جبران خسارتی خواهند بود که از تقصیر اونها ناشی شده. خاطرتون هست عرض کردم که یک پرونده‌ای بود که شناسنامه فرد به دست دیگری افتاده بود و اون شخص رفته بود کلاهبرداری کرده بود. خب شخصی که شناسنامه قبلی این فرد رو واگذار کرده یا به دست دیگری رسونده مسئولیت داره تا این خسارت 8 میلیارد تومانی رو در جبرانش کمک بکنه. یک نوع دیگه از این ضمانت اجرای مدنی که پیش بینی شده این هست که الزاماً شخص متخلف به انجام دادن تکلیف مقرر ملزم میشه. خب میرسیم به تصحیح اسناد ثبت احوال. در چه مواردی ما میتونیم اسناد ثبت احوال رو درخواست تصحیحشون رو بدیم؟ در چهار مورد این اتفاق میفته. یکی این که ثابت بشه که نماینده ثبت احوال عمدن مطالب خلاف واقعی رو در سند درج کرده و یا اینکه اظهار کننده و شهود قضیه اظهارات کذبی رو بیان کردن. دوم، هر وقت سند ناقص تنظیم شده باشه، مثلا امضا نداشته باشه. سوم، هر وقت اشتباهی در تنظیم و تحریر سند رخ داده باشه، مثلا اسم فرد با عین باشه اون رو با الف بنویسن. هرگاه مطابق این مورد چهارم، مطابق مقررات اصلاح سند لازم باشه، مثلا شخص تقاضای تغییر نام خانوادگی یا تاریخ تولد خودش رو بکنه و مرجع صالح این تغییر رو بپذیره. در این موارد چهارگانه‌ای که گفتم تصحیح سند ثبت احوال باید اتفاق بیفته. اما اشتباهاتی که گفتیم، حالا ممکنه یک سری اشتباهات باشه در سند سجلی، چه ها میتواند باشد؟ یک مورد ممکنه قبل از امضای سند باشه یا بعد از اون اشتباه اتفاق میفته. اشتباه ممکنه از طرف اعلام کننده باشه یا از طرف مأمور ثبت احوال، و اشتباه ممکنه در تحریر مندرجات سند باشه، مثل غلط املایی. تصحیح اشتباه در تحریر مندرجات اسناد سجلی قبل از امضا در صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند هست، اما بعد از امضا در صلاحیت حل اختلاف، هیئت حل اختلاف قرار میگیره که از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونان یا نمایندگان اونها و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشه.
به یاد داشته باشیم اگر اشتباهی ناشی از تحریر سند نباشه، مثلا اعلام کننده در تاریخ ولادت طفل یا مشخصات پدر و مادر اشتباه کرده باشه، تصحیح این گونه اشتباه ها صرفا در صلاحیت دادگاه هست. و نکته بعدی و نکته آخر در مورد اشتباهات این هست که در مواردی که تصحیح اشتباه در صلاحیت هیئت حل اختلاف هست، تصمیم این هیئت قطعی است یا قطعی نیست. مسلما تصمیم این هیئت قابل شکایت در دادگاه‌های عمومی خواهد بود، و اگر شما مخالف اون هستید و میگید این نظری که یا این تصمیمی که صادر شده برخلاف حقیقت یا خواسته شما هست، میتونید از تصمیم هیئت حل اختلاف برید. و خب میرسیم به آثار تصحیح اسناد سجلی. تصحیح اسناد سجلی در گذشته هم تأثیر میذارن، یعنی عطف به ما سبق میشن و از تاریخ صدور سند مؤثر واقع میشن. بنابراین دارنده سند اصلاح شده با ارائه اون تمامی مدارک و اسناد متعلق به خود رو هم تصحیح میکنه، به استثنای مدارک مربوط به نظام وظیفه. مثلا هر وقت تاریخ تولد شخص تصحیح بشه و اداره ثبت احوال به استناد حکمی که از دادگاه صالح صادر میشه سند رو اصلاح بکنه، از نظر خدمت نظام وظیفه تاریخ تولد سابق ملاک عمل خواهد بود، نه تاریخ جدید. به موجب قانون در اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتیه که قانون تصریح کرده باشه، یعنی اعتبار این اشخاص، این اسناد نسبت به اشخاص ثالث رو باید قانون مورد تصریح قرار داده باشه. اما یک رأی وحدت رویه ای داریم. رأی وحدت رویه در واقع رأی هست که دیوان عالی کشور در یک هیئت و یک مجمعی صادر میکنه و در حکم قانون قرار میگیره. طبق این رأی وحدت رویه، سند ولادتی که در مدت قانونی به اداره ثبت احوال اعلام نشده باشه سند رسمی نیست، ولی میشه اون رو در حکم یک سند رسمی به حساب آورد. خب این تا اینجا تمام آثار و موارد مربوط به اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال رو برای شما گفتیم، و در قسمت بعدی راجع به اشخاص حقوقی صحبت خواهیم کرد و اینکه اشخاص حقوقی چه کسانی هستند و چه آثاری بر اونها بار خواهد شد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید، و اگر مثل همیشه سوالی یا ابهامی در مورد سخنان من هست، می توانید با ما تماس بگیرید و پرسش های خودتون رو بپرسید و من در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهم بود. تا برنامه دیگر، در پناه قانون باشید و روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش و خجسته باد.